سلام، ما از 91 سیدپرو رو شروع کردیم و همش راجع به تجربیاتمون نوشتیم که فیزیک چیه، فیزیک چجوریه، چه کتابای خوبه که بخونیم، چه میدونم این ورش چه شکلیه یا اون ورش چه شکلیه یا حالا هر چیزی. یکی از سوالایی که همیشه ملت از ما پرسه اینه که من میخوام بیام فیزیک بخونم یا من خیلی فیزیک رو دوست دارم، آیا انتخاب برای من درسته یا نه؟ و همیشه کسایی به این سوال جواب میدن که چه میدونم مشاوره کنکور و این حرفان و جورای مختلفی میشه به این سوال جواب داد. راستش من حالا تو این ویدیو میخوام راجع به تجربه خودم بگم و چیزی که درک میکنم، ممکنه این اصلا برای شما کار نکنه. یه نکته خیلی مهم به نظر من اینه که آدم باید توی سن و سال کم تا جایی که میتونه همه چیز رو تجربه کنه، یعنی کارهای مختلف، رشته های مختلف، مهارت های مختلف رو یاد بگیره مستقل از اینکه واقعا چی رو دوست داره، چون آدم تقریبا نمیدونه که چی میخواد از زندگی کامل. برای همین اگر دانش آموز دبیرستانی هستی، من پیشنهادم اینه که به همه چیز سرک بکشید و دنبال همه چیز باشید، با همه راجع به همه چیز حرف بزنید تا کم کم تجربه های مختلف کسب کنید. یه موقعی اصلا شما چیزایی نمیدونید، وقتی آدم چیزی رو ندونه، وقتی شناخت راجع به چیزی نباشه، آدم نمیتونه دوستش داشته باشه، ازش متنفر بشه. این قاعده اصلی انتخابای آدمه، اول باید بدونید چی هست بعد انتخاب کن. مشاورای کنکور همیشه به آدما میگن که مثلا پزشکی خوبه، بعد مثلا مهندسی خوبه، بعد مثلا علوم پایه خوبه. این طبقه بندی هم اونقدر طبقه بندی بیراهی نیست، ولی برای توصیه کلی نه توصیه شخصی، چون قاعدتا بله پزشکی مثلا بازار کار بهتری داره در کل در مجموع، مهندسی آسونتره یا میشه بگی از اون طرف راحتتر کار براش پیش میاد تا علوم پایه. اینا درسته، اما خب یه موقع یه آدمی اصلا اهلش نیست که بره اون یه سمت خاصی، یا اصلا دوست نداره که پزشک بشه، از خون میترسه. اینها برمیگرده به اشخاص و اینکه شما تجربه کنید که چی برای شما بهترینه و قبول کنید که عوارض انتخاب چی. راجع به فیزیک به طور کلی مثل آواز دوهله، همیشه از دور خوشه برای همه. شما به هر کسی که قصه های بیگ بنگ و این چیزهای هیجان انگیز رو بگی خوشش میاد، شما هر کسی رو یه شب ببری کبیر آسمون رو بهش نشون بدی خوشش میاد، شما به هر کسی که راجع به مکانیک که کوانتومی و اتم و اینا حرف بزنه خوشش میاد. و توی کشور شبه علم زده ای مثل ما که بحثای سیاسی همیشه غالبه بر همه چیز، فیزیک هسته ای تبدیل میشه به ترند، چیزی که مردم فکر کنن خیلی جذابه و فیزیک فقط همینه و هر کسی که مثلا بره فیزیک میشه فیزیکدان هسته ای، در صورتی که مثلا ما میدونیم فیزیک هسته ای یکی از گرایش‌های محدوده فیزیکه و اونقدر مثلا این بقیه گرایش‌ها مختلف نیست، خیلی جای خاصی است فیزیک. برای همه اول از همه آدم باید ببینه علاقش به فیزیک، اگر کسی علاقه مند شده به فیزیک از کجا اومده، معلم فیزیک خوب داشته مثلا، توی این مدرسه های خیلی خوب درس خونده که معلم فیزیکاشون خیلی خوبه، یا از این مستندات معروف دیده که آدمو به هیجان میارن، فیلم علمی تخیلی دیده، نمیدونم میان ستاره ای رو دیده، مریخی رو دیده، این چیزها رو دیده، یا مثلا عشق ناسا، عشق نجومه، دوست داره کارهای نجوم آماتوری کنه. آدم باید اول از هر چیزی بفهمه که ریشه علاقش از کجا میاد، بعد اون موقع ببینه اگر اینا رو جا به جا کنه علاقش فرقی میکنه یا نه. مثلا اگر کسی یه معلم فیزیک خیلی خوب داره، مطمئن بشه این علاقهش به خاطر این معلمه است یا نیست. یعنی اگر شما سال بعد یه معلم بد اخلاق، چه میدونم بد دهن، بی سوادگیرتون اومد، ببینید چقدر رو علاقتون تاثیر میذاره. نمیگم آدم سنگه و اثر معلم روش کمه، ولی میخوام بگم که خیلی وقتا آدما به جای انتخاب یه رشته علاقه من میشن به آدمهای اون رشته. خب یعنی بعضی وقتا اصلا مردم داره کیش شخصیت اینشتین میشن، دوست داره اینشتین میشن، فیزیک بخونن که اینشتین میشن، از چهره اینشتین خوششون میاد. یا مثل الان که یک عالمه تبلیغ هست روی مثلا مریم میرزاخانی، خب این یه چیزای خوبی داره، چیز بعدش اینه که مردم یه توهمی میگیرن که بریم مریم میرزاخانی بشیم. محمد علی کلی یه ویدیو خیلی خوبی داره که اونجا توضیح میده که اگه یکی به من بگه که هی من میخوام این تو بشم چیکار کنم، و محمد علی حرفش اینه که ببین نشو،
خیلی عجیبه اینکه آدم از یه چمپیون این حرفو میشنوه، عجیبه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه کاری که من میرم 1 در 1000 توش احتمال موفقیت سخت فلان بیساره، ولی من حرفو نمیتونم به معنی توصیه به مردم بگم که این کارو بکن. کلی داره این حرفو میزنه. خب یکی از شناخته ترین آدمای ورزش و قهرمان ته. این حرفای این سخنران انگیزش یه چند دقیقه بریزید دور و ازر منطقی به زندگی نگاه کنید. شما فکر نباید بکنید که فیزیک یعنی اینشتین شدن. به دلایل مختلف که توی این ویدیو جاش نیست، اما حرف من اینه بدونید که به خاطر چی به فیزیک علاقه مند شد. اگر یه معلم خوب فیزیک داشتید یا دوست دارید که این اینشتین بشید یا هاوکینگ براتون خیلی جذاب به نظر میرسه، اینه خطرناکن. شما باید ببینید که خارج از اینها چی بازم علاقه داری، یا اگر خیلی از این مستندهای چیز میبینید یا این کتابای عام پسند زیاد خوندید، اینا خوبه ها، اینا برای اینکه درک عمومیتون از علم بره بالا خیلی خوبه، اما برای اینکه شما فیزیک رو به عنوان رشته تحصیلی و کار انتخاب کنید چیز خوبی نیست. هر چیزی برای یه جایی خوبه، تا یه حدی جواب میده، از یه جایی به بعد شما باید یه معرفت بهتری کسب کنید. اگر اینا خطرناکه، خصوصا بچه‌ای که تو کار نجومن، خصوصا اونایی که عشق ناسان، اینا خطرناک‌ترین آدمایی هستند که تجربه نشون داده وارد دانشگاه میشن و وقتی میان فیزیک میخوان بعد از این مدت زده میشن، چون اصلا دنیای زمخت آکادمی شبیه نیست به دنیایی که توی تصورشون بود. نجوم آماتوری هیچ شباهتی به فیزیک نداره، به فیزیکی توی دانشگاه درس میدم، نه اینکه فیزیک نیست. ببینید نجوم یک پروسه‌ایه که دو تا قسمت داره، نجوم آماتوری، نجوم حرفه‌ای. این آماتوری بودن به این معنیه که شما کارهایی رو میکنید که لبه علم نیست ولی مهمه. خب مثل کاری که یه کارمند داره توی یه اداره انجام میده، مهمه چون باید انجام میشه، ولی خب اونو گذاشتی کنار، یکی دیگه میتونه بذاره جاش و انجام بده. وقتی شما دوچار این فرایندها میشید، فرایندهایی که بیرون یه ماهیت خاص دارن ولی توی دانشگاه بهش پرداخته نمیشه، شما اگر به خاطر این اومده باشید اینجا زده میشید. یعنی شما اگر خیلی به نجوم علاقه‌مند باشید توی هر رشته، یعنی هر گرایشی از فیزیک توی لیسانس که چندانم فرق ندارن، توی ایران تقریبا غیر از مثلا 10-15 واحد همه گرایش های لیسانس فیزیک یه چیزن، شما غیر از درس مکانیک کلاسیک، اون قسمتیش که مثلا به مکانیک سماوی و مدارها و این حرفا میپردازه، هیچ چیز از نجوم نمیبینید. واسه همین شما اصلا با یه دنیای انگار آشنا شدید کاملا بیگانه است. حواستون باشه که نجوم حرفه‌ای راهش از فیزیک شروع میشه. یعنی شما نمیتونید منجم باشید و اصول اولیه فیزیکو ندونید. یعنی شما نمیتونید کیهانشناس، منجم، اختر فیزیکدان بشید بدون اینکه فیزیک خونده باشید. چون اینها سه تا چیز مختلفی که از فیزیک شروع میشه. شما باید اصول اولیه رو بدید. این ویدیو لطفاً برای هر کسی که عشق نجوم و این داستان ها و این هیجان هایی که ملت را میندازن بفرستید، خصوصا اون قشر یک کمی مرفه شمال شهر تهران و کلان شهرهای ایران که امکانات خوبی دارن و این فرصت رو پیدا میکنن که توی این برنامه‌های رصدی برن، با این تیم های مختلف برن بگردن. اینها خیلی در معرض خطرن، چون که اینا گول میخورن، گول اینا میخورن که فیزیک به همون هیجان انگیزی شبای رسده، به همون هیجان انگیزی برنامه های سمینار های مثلا راجع به نجوم و ویدیوهایی که تو اینستاگرام هست. اینطوری نیست. نجوم آماتوری با ورود به فیزیک تقریبا گذاشته میشه کنار. شما میتونید در کنارش ادامه بدید، ولی دانشگاه به شما هیچ مهارتی راجع به اون نمیده. اما خب یه کسی هم هست که نه واقعا نجوم دوست داره میاد. من یکی از سمیترین دوستام این کارو کرده بود، نجوم خیلی دوست داشت، اومد فیزیک خوند، ولی خب همیشه اینجوری که پس نجومش کو. بعد حتی واسه گرایش کارشناسی ارشدش هم کماکان نرفت سمت گرایشی که به نجوم نزدیکتر، رفت سمت دیگه. به این خاطر که انتخاب حرفه‌ای لزوما با اون چیزی که شما تو تصورتون هست یکی نیست. اگر شما عشق اینید که برید ناسا، دلیل نمیشه بیاید فیزیک بخونید. یه سری جدیدترها، نسل جدید مثلا این میرسان خفن رفتامون، عشق سرن و شتاب دهنده اینها میشن. اینها هم یه نوع نسل بدتری از اون ناسا پسند ها هستن، اما میخوام بهتون بگم که شما حتی اگر عشق سرن هم باشید،
دلیل نداره که بیاید فیزیک بخونید و برید اونجا، شاید با هیچ کار دیگه بتونید برید اونجا، اصلا شاید بتونید جای دیگه. اینها چیزهای هیجان انگیز و اسم درشتن. این اسم درشت ها آدم ها رو گول میزنه، برای همه حواستون باشه. من یک عالم آدم میشناسم که به عشق فیزیک، به عشق نجوم وارد این مسیر میشن و همش دنبال اون چیزی هم که تو ذهنشون، ولی هیچ موقع بهش نمیرسن. خیلی با عشق فیزیک هستی وارد دانشگاه میشن، به محض اینکه اولین درس فیزیک هستی آزمایشگاه رو میگیرن از فیزیک هستی متنفر میشن. خیلی اصلا به عشق نجوم وارد دانشگاه شدن، بعد میبینی سر و کلهشون از مهندسی پلاسما اومده بیرون. نه اینها بی ربط نیستا، دارم بهتون میگم که سرنوشت آدم ها دقیقاً نمیفته رو اون چیزی که میخوان. گاهی وقتا اینقدر فاصله داره، گاهی وقتا خیلی فاصله داره. به خاطر اینکه نجوم خیلی رشته چی میگن محجوبیه، یا اصلا به این راحتی نمیتونید پیداش کنید توی دانشگاه مختلف دنیا. یعنی خیلی کار سختی و کسایی که میرن دانشگاه و واقعا نجوم کار میکنه، استرونومی کار میکنه، نه کیهان شناسی اختر فیزیک، اینا خیلی آدم های خاصه. حالا ما سعی میکنیم یه بار با این آدم هم حرف بزنیم که اینا چیکار کردن و حرفاشون رو بشنویم، ولی اینا مسیرشون سخته و اگر شما میخواید این مسیر رو برید و مطمئن شدید که میخواید مسیر رو برید، باید بدونید که مسیر خیلی سختیه، رقابت هم توش زیاده، چون پوزیشن هایی که میتونید توش پیدا کنید. پس خیلی مهمه که آدم بفهمه علاقش از کجا میاد. از جوی میاد که من میخوام هم فیزیک هستی بخونم. من یک عالم آدم دیدم که عشق فیزیک هستی وارد فیزیک شدم، خودم از جمله اون آدم ها بودم، چون به فیزیک هستی و کوانتوم علاقه داشت. اما وقتی رفتم دانشگاه کم کم دیدم که فیزیکو خیلی دوست دارم ولی هستی نه. بعد اصلا دلم خواست برم کیهان شناسی، بعد دیدم که نه، فیزیک حالا جذاب‌تره، فیزیک ماده چگال جذاب‌تره. و بعد مسیر همینجور اومدم سمت چیزی که الان بشن سیستم های پیچیده. اگر روزی که من وارد فیزیک می‌شدم گفتم تو می‌خوای بری فیزیک آماری سمت سیستم پیچیده، اصلا نمی‌دونستم این چی هست. کماکان توی فیزیکه ولی، اما نه هست یه نکه ها شناسی، نه همه اون چیزایی که از اینشتین تو ذهنم. کاری که من امروز به عنوان دانشجو دکترا می‌کنم نه نسبیتی نه کوانتومی، یعنی من دارم یک چیزی رو انجام میدم که کاملا توی منطقه فیزیک کلاسیکه از لحاظ موضوعی. خواهم بهتون بگم که پس خیلی باید حساس باشید که این علاقه از کجا میاد و علاقه شما در طی زمان تغییر میکنه. شما سنتون که زیاد میشه علاقتون عوض میشه. خیلی از آدم ها عشق ریاضی فیزیکن، دوست دارن کارهای ریاضی بکنن، اصلا کار تحلیلی بکنن، دوست دارن قلم و کاغذی باشن، اما بعد از یه مدتی ترجیح میدن کار نکنن. خیلی آدما اهل آزمایشگاه نیستن، خیلی آدما اصلا تجربه کار نیستن، نمیتونه بذارشون تو آزمایشگاه کارو بکنه. از اون طرف یه سری عاشق اینن که با ابزار ور برن. باید بفهمید خودتون کدوم قصه اید، یعنی چی براتون خوبه، و وقتی فهمید سورس علاقتون کجاست، باید اینو متوقف کنید، ببینید چند جای دیگه رو تست کنید، ببینید بازم اینو دوست دارید یا. خیلی خوبه که علاقتون رو تست کنید به کمک جریان اصلی. یعنی مثلا اگر فیزیک دوست دارید یا هر رشته دیگه، یه مدت وقت جدی بذارید و همون کاری که آدم ها توی دانشگاه راجع به اون رشته میکنن انجام بدید. مثلا اگه معروفن یه کتابایی مثل فیزیک هالیده یا یونیورسیتی فیزیکس، این کتابایی که اصلا خیلی مشخصن، خیلی راحت میتونید سرچ کنید توی سایت ما راجع بهش نوشتیم، کتابایی که سال اول و دوم دانشگاه مردم درس میده. خب این کتابا رو بردارید بخونید، یا برید یه سری کورس آنلاین پیدا کنید، اینها رو ببینید. الان که دیگه یه عالمه توی مثلا میتونید ویدیوهای کلاس‌های دانشگاه سند شریف یا بهشتی یا تهران یا اسوان یا همه این جای معروف دیگه الان هست. برید سر کلاس فیزیک یک دانشگاه بشینید، یه مدت اینا رو ببینید و بعد بشینید مسئله ها رو حل کنید. اون تکلیف هایی که به دانشجو میدن رو بشینید حل کنید. ببینید چه حالی پیدا میکنید بعد از اینکه این حجم از تکلیف رو دارید انجام میدید. و بعد قشنگ دنبال کنید که توی یک سالی که میگذره چند تا اتفاق هیجان انگیز نسبت به اون چیزی که تو تصورتون رخ داده. این به نظرم شاه کلید تست علاقه آدم به هر چیزی. اگر شما میخواهید یه چیزی رو ببینید چقدر دوستش دارید، راهی نیست، باید تجربهش کنید. هیچ کسی نمیتونه از بیرون بهتون بگه چه خوبه یا بده. اینجوری میتونید بفهمید که حداقل من دوست دارم یا نه. برید ببینید جریان اصلی حالشون چطوره، خوشحالن، بدحالن، کارشون چیه، از کجا پول در میارن، چقدر اضافه وزن دارن، چقدر سلامتشون در خطره. اینها مهمه. مثلا شما برید تربیت بدنی، میبینید همه آدم ها مثلا قبراغ، حداقل آمادگی جسمانیشون خوبه،
اما میرید دانشگاه علوم پایه میبینید همه آدم ها افتادگی شونه فلان اینا پیدا کرد. دوست دارید این آخر عاقبتتون بشه؟ و حواستون باشه که شما توی ایرانید، یعنی اینکه باید همه شرایط رو با ایران بودنتون بسنجید. یعنی وقتی لیسانس فیزیک میخونید این دانشگاه هست، این امکانات هست، و حواستون باشه که ما راجع به لیسانس توی ایران دانشگاه خیلی خوبی داریم، حداقل 5 6 تا دانشگاه اول ایران واقعا دانشگاه خوبی هست. خیلی خوبه برای اینکه شما لیسانس فیزیک بگیرید و منابع به قدر کافی در دسترس هست که شما تست کنید که دوست دارید. یعنی خلاصه که برید سوال کنید از آدم ها، آدم ها که رشتهشون اینه و آدم های مختلف. امروز شما از هر کسی توی ایران سوال بپرسید میناله، چون همه علاوه مالی در مزیقن و همه هم سختشون و همه ناامیدن. مثلا اگر شما برید فقط با کسی که فیزیک خونده حرف بزنید میگه همین همه چیز بده، اما حواستون باشه اگه برید با بچهای عمران و کامپیوترم حرف بزنید احتمالاً همین حرفا رو میزنه. اما شما باید خوب با آدم های مختلف حرف بزنید و ببینید که کی چی میگه. احتمال زیاد خیلی هست کسایی که فیزیک خوندن به شما میگن فیزیک نخونید چون سخته، بازار نداره. این حرف اشتباهی نیست، ولی نکته اینه که خب اگر فیزیک نخونم من چه آپشن های دیگه ای دارم، به چی دیگه دارم؟ پس جواب من به همه کسایی که دبیرستانی هم و دوست دارن که فیزیک بخونن اینه که این چیزهایی که گفتم رو تکرار کنید و حواستون باشه که جوگیر نباشید، یعنی نه خیلی خوشحال نه خیلی ناامید، هیچ کدوم از این دوتا بهتون کار نمیده. خیلی منطقی باید تصمیم بگیرید. یک نکته هم میمونم آخر سر که این میشه استثناها. لنر ساسکا یکی از فیزیکدانهای بزرگ تعریف میکنه که من بابام لوله کش بود و باهاش میرفتیم لوله کشی، یعنی کار یدی. یه روزی من رفتم و گفتم که میخوام فیزیسیست بشم، بعد بابام یه نگاهی کرد و گفت نمیذارم بری داروخونه کار کنی، فیزیسیست با فارمیسیست احتمالا اشتباه شنیده بود. بعد گفت نه 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 من میخوام برم مثل اینشتین بشم. بعد باباش بغلش میکنه که میگه واو برو برو و میاد. اولم توی اسکول آف انجینیرینگ بوده و بعد کم کم میره سمت فیزیک، بعد فیزیک نظری، و الان اومده یکی از شناخته شده ترین فیزیکدان های موجوده دیگه. خب از هر حیثی آدم خفنی، اینها وجود داره اما اینها استثناء. آدمی که یه دفعه از اینجا ول میکنه میره اونجا، چون آدم ها هیچ موقع نمیدونن خودشون رو باید با این استثناء ها مقایسه کنن یا با اون بالک جامعه. حرف من اینه که منطقی با توجه به بالک انتخاب کنید، به توده مردم و توده اتفاق ها، ولی همیشه گوشه ذهنتون استثناء ها هم قرار بدید، چون اگه آدم این استثناء ها هم کامل از ذهنش حذف کنه چیزی از توش در نمیاد، چیزی از جامعه انسانی به عنوان یک چیز فوق‌العاده در نمیاد. همیشه سر آدم هایی هستن که باید استثناء باشن، ولی حواست باشه استثناء یعنی تعدادشون کمه. آدم باید مهارت هاش و روحیاتش رو بشناس و در نهایت اینکه فیزیک رشته سختیه، این هیچ تعارف نداره، برای همه سخته. اون یه مثال خیلی خوب اینه که فیزیک شبیه چاه کندنه، همه دارن بیل میزنن که این چاهو زودتر ببرنش پایین بیشتر گودش کنن. یکی بیلش این اندازه است، یکی بیلش این اندازه است، یکی اندازه یه قاشق بیلش، یکی هم بیل مکانیکی داره، اما چاه کندن به خودی خود باقی مونده، همه باید اینو بکنن. آدم ها با استعدادهای مختلف، آدم هایی که اندازه بیلشون و زورشون برای کندن فرق، ولی اصل داستان همینه. یعنی تمام یافتهایی که شما میشنوید حاصل کارهای بسیار بسیار فرسایشی، طولانی، تیمی جدیدن و کارهایی که 6 ماه مردم عذاب میکشن حداقل تا به نتیجه میرسن. یعنی اون اینجوری نیست که شما هر هفته بیاید سر دانشکده، توی دانشکده سر کارتون به عنوان دانشجو دکترا یا به عنوان استاد پژوهشگر و هر روز یافته جدید. نه، اینقدر اعصابتون خورد میشه و هیچ چیزی کار نمیکنه که کچل میشه. بعد از مدت ها کار زیاد بالاخره نتیجه میاد و همه اون داستان ها. از لحاظ مالی هم شما باید مقایسه کنید که متوسط حقوق کسی که فیزیک میخونه و کار حرفش میشه فیزیک چیه و این شغل کی حاصل میشه. شما برای اینکه بتونید شغل توی فیزیک پیدا کنید حداقلش اینه که باید بشید دانشجو دکترا خارج از ایران که بهتون حقوق بده. یعنی حداقل باید 4 سال به اضافه 2 سال وقت بذارید و بعد یه حقوق خیلی کم بگیرید به عنوان کسی که کارشه. در صورتی اگر شما این زمان توی فیلد دیگه گذاشته بودید حقوق خیلی بیشتری میگیره.
پس این هم یه واقعیته. شما اگر قرارش بیاید فیزیک بخونید، باید بدونید که انتظارتون از وضع مالیتون کجاها قرار میگیره. مگر جاهای خاص، مگر پروژه های خاص، مگر مثلا بعضی از اساتید کارهای تجربی میکنن و با یه سری ارگان ها کار میکنن. یعنی که شما کلا از دانشگاه خارج بشید و کارهای صنعتی و شرکتی کنید که اون قصهش فرق کنه. اما جریان اصلی دانشگاه جریان کم درآمدی به نسبت بقیه چیزها. به نسبت بقیه چیز. امیدوارم که با چشم باز و صبر و تلاش علاقتون رو پیدا کنید. مسیر سختی. همین الان من خودم مطمئن نیستم که راجبه مثلا 4 سال آیندم کدوم موضوع پژوهشی واقعا برام بهتری. این وضعیت رو شما الان دارید راجبه انتخاب رشته. خب این سوال سختی. هیچ کس نمیتونه دقیق به شما جواب بده. کلیتش ولی اینه.